بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای محترم، درس خدا بخیر امروز شروع میکنیم. مبحثی را که امروز شروع میکنیم در موردش گپ میزنیم، مسئله میخانیک آلی است. میخانیک آلی و صنف کانکور است. و صنف کانکور یعنی فشرده مسائل گفته میشه و مسائل درد میشه که در کانکور است و فرما را در بر بگیره. بحث میخانیک آلی را شروع میکنیم. در بحث میخانیک آلی شاگردای عزیز، مبحثی را که ما فعلا شروع میکنیم حرکت هاست. مبحث حرکت هاست یا موشنس میگیم. مبحث حرکت ها یا موشنس، این مبحث حرکت ها را بس میکنیم. این حالا میگیم در قسمت تعریف ازی که حرکت چیست، ایتون روشتا میکنیم. هرگاه موقعیت جسم نظر به اشیای ماحولش، اشیای اطرافش یا ماحولش تغییر کند، گفته میشه جسم دوال حرکت است. گفته میشود که جسم در حال حرکت است. این تعریف شد. پس میگم هرگاه موقعیت جسم نظر به اشیای ماحولش تغییر کند، گفته میشود که جسم در حال حرکت است. این تعریفش. گپی که خیلی ارزش داره، مسئله ازی که حرکت یک پدیده، حرکت نشته میکنم یا موشن پدیده نسبی است. به این معنی است که یک جسم نظر به یک جسم دیگر در عین زمان در حال حرکت است و نظر به یک جسم دیگر یا خودش در عین زمان در حالت سکون است. مثلا ما راکبین داخل موتر مثال میتونم، ایره ما دو قسمت میسازیم. افرادی که در داخل موتر هستن نظر به راکبین داخل موتر، نظر به محیط بیرونی، در حال حرکت هم. نظر به افراد داخل موتر، در حال سکون هم. این مثال اول. پس این معنی میده کسایی که داخل موتر است یا نظر به بیرون، محیط بیرونی، در هر لحظه موقعیتشون تغییر کرده میره، در حال حرکت هستن. اما کسایی که داخل موتر است، افرادی که داخل موتر است، یکشون نسبت به دیگرشون حالت سکون است. یعنی نظر به زمان موقعیتشون تغییر کرده نمیره. بنان این پدیده کامل نشد، پدیده مطلق نشد. یعنی اعتمادا نداره که نمی افراد داخل موتر است هم نظر به محیط بیرونی دولت حرکت باشن، هم نظر به افراد داخل موتر دولت حرکت باشن. و می اساس گفته میشه که یک پدیده مطلق نه، بلکه یک پدیده نسبی است. مثال دو، مثلا شما ببینید چشم انسان، حرکت داره، این حالا ما اگر ببینیم در اینجا چشم انسان نسبت به بدن انسان داره حرکت است. چشم انسان حرکت دارد نسبت به بدن انسان، یعنی ما اگر اینو مقایسه کنیم، چشم انسان حرکت داره و مقایسه با بدن انسان. برعکس اگر ما ببینیم بدن انسان نظر به چشم انسان، حالت سکون داره، به اساس. پس این تو معنا داره که چشم نظر به بدن دال حرکت است و بدن نظر به چشم حالت سکون. پس دیجا یک دفعه پدیده شد که چشم انسان حرکت داره نظر به بدن انسان و بدن انسان نظر به چشم انسان حالت سکون داره. پس دیجا پدیده مطلق ما نداریم، گاهی حرکت داریم گاهی سکون داریم. به این دلیل گفته میشه که حرکت یک پدیده نسبی است، یا دیگه مثال های ساده دیگه میتونیم داشته باشیم. مثلا شما وقتی قلم میگیری نوشته میکنی، دست شما نظر به بدنتان دال حرکت است، بدنتان نظر به دستتان حالت سکون داره. پس یک پدیده چی شد؟ نسبی شد. همچنان وقتی که شما سرتان شور میدی، سرتان حرکت میکنه نسبت به بدنتان. سرتان نسبت به بدنتان در حالت حرکت است، بدن نظر به هر سر در حالت سکون است.
یا فرض میکنیم استاد دستی یک جسم بالا میکنی، همین دستایتان نظر به بدنتان دارد حرکت است و بدنتان نظر به دستایتان حالت سکون دارد. این میره میگن که پدیده نسبی است، پدیده نسبی است، پدیده مطلق نیست. این حالا میرسیم در قسمت انواع حرکت ها. انواع حرکت ها بس میکنیم، انواع حرکت ها، انواع حرکت ها رو ما در کل دو بخش تقسیم میکنیم، بسیار فشرده و خلاصه و دو بخش تقسیم میکنیم. یکی حرکت های یک بودی، حرکات یک بودی، حرکات یک بودی، حرکات یک بودی. دیگه حرکات دو بودی، حرکات دو بودی، حرکات دو بودی. ایره تو تعریف میکنیم که حرکات یک بودی تنها دارای یک مرکبه اند، تنها دارای یک مرکبه اند، یا همزمان دارای دو مرکبه اند، دارای دو مرکبه اند. به این معنا که حرکت ها یک بودی یا مرکبی و مودی دارن یا مرکبی و افقی دارن. حرکت های دو بودی در عین زمان هم مرکبی و مودی دارن هم مرکبی افقی. حرکت های یک بودی را ما تقسیمات میکنیم به سه بخش. حرکت های یک بودی به سه بخش تقسیم میشه: حرکت مستقیم الخط، حرکت مستقیم الخط، حرکت مستقیم الخط تقسیمش میکنیم که بازی میتونه که دو شکل باشه، کن شونده باشه، کن شونده، کن شونده که باشه تعجیل منفی است، تون شونده باشه، تون شونده، در صورت تعجیل ای مثبت است، در کن شونده تعجیل منفی است، در تون شونده تعجیل مثبت است. به اساس شما بینید یا یک حرکت مستقیم الخط، یعنی اگر متحرک مسیر یک مسیر تعیین میکنه، یعنی به شکل مسیرش یک مسیر تعیین میکنه، یا اگر بگیم تنها دارای وی اکس است، دارای اکس است، دارای ای اکس است، که تو اگر بگیم خوبتر است، یعنی دارای سرعت در مسیر افقی است، دارای معادله حرکت در مسیر افقی است، دارای تعجیل در مسیر افقی است، یعنی یک مرکبه داره که افقی میشه. دیگر فری فال، سقوط آزاد، سقوط آزاد، سقوط آزاد، در سقوط آزاد A با G مساوی است، تعجیل جاذبه و A با تعجیل جاذبه مساوی است. اینجا جسم از بالا به سمت پایین میاد، از بالا به سمت پایین میاد، در عین زمان یک مسیر تعیین میکنه، مسیر عمودی. این مرکبش تنها عمودی است، افقی نداره. این میشه سقوط آزاد، حرکت یک بودی گفتیم. دیگر پرتاب قایم، پرتاب قایم، پرتاب قایم که است A با مساوی به منفی G، A مساوی به منفی G است، اینجا جسم به سمت بالا میره، به سمت بالا. این حرکت ما فری فال، حرکت ما تون شونده است، در فری فال حرکت تون شونده است، در پرتاب قایم حرکت کن شونده است، حرکت کن شونده است، کن شونده است. و در اینجا حتمی نیست که سرعت اولیه داشته باشه، اما اینجا حتمی است که سرعت اولیه داشته باشه، نیست وی صفرش خلاف صفر باشه. این تنها یک مسیر تعیین میکنه، تنها جسم به سمت بالا میره، مرکبی عمودی داره. پس شما در این حرکت دیدی که حرکت مرکبی عمودی داشت، یه مرکبی عمودی داشت، تنها عمودی داشت، تنها مرکبی عمودی داره، این تنها مرکبی افقی داره. ای حرکت مستقیم الخط شد، فری فال یا سقوط آزاد، حرکت مستقیم الخط بسیره به مسیر عمودی شد، جهتش از بالا و پایین است، و پرتاب قایم حرکت مستقیم الخط است، یعنی یک مرکبه داره، مسیر حرکت از سمت پایین به سمت بالاست، حرکت کن شونده است. در بخش قضیه کار انرژی خوانده که جسم بالا که میره انرژی حرکی کم میشه، پتانسیل زیاد میشه، و هر قدر از بالا و پایین بیا حرکی زیاد میشه، پتانسیل کم میشه، حرکی زیاد میشه، پتانسیل کم میشه. بنان این انواع حرکت های یک بودی شد که انشالله ما شما باز حرکت مستقیم الخط، سقوط آزاد و پرتاب قایم مفصل با فرمولا و سوالاتش کار میکنیم. بحث دیگه که ما داریم حرکت های دو بودی است. حرکت های دو بودی در عین زمان دو مرکبه دارن، هم عمودی هم افقی. در اینجا ما یک حرکتی را که کار میکنیم حرکت پرتاب مایل، حرکت پرتاب مایل، حرکت پرتاب مایل، دیگه حرکت افقی یا پرتاب افقی.
پرتاب افقی، پرتاب افقی دیگه حرکات دایروی، حرکات دایروی است، حرکات دایروی است. ما سه مسئله جا میخوانیم، یکی پرتاب مایل مطالعه میکنیم، دیگه حرکت افقی را میخوانیم، دیگه حرکات دایروی را میخوانیم. یا در عین زمان دارای دو مسیر است، دو مرکب هستند، هم عمودی و هم افقی. مثلا ما یک توپ فوتبال فرض کرده نظر گرفتم، یک توپ فوتبال که لگت زدیم، که لگت به این شکل زدیم، این توپ میره به این شکل اینجا مفته، مفته. این حال شما ببینید فاصله افقی را طی میکنه، فاصله افقی فرض کو x میشه، فاصله عمودی را طی میکنه y میشه. پس در این زمان هم مرکبی افقی داره و هم مرکبی عمودی، و می دلیل نمیگن که حرکت دو بعدی است. یا فرض میکنیم یک ارتفاع داشته باشیم، یک سنگ فرض کو داشته باشیم، این سنگ بزنیم این شکل پرتیم، این سنگ اینجا مفته، پس این یک فاصله افقی را طی کرد و فاصله عمودی را طی کرد، به اساس یک پرتاب افقی میشه. پرتاب افقی هم یک مثال حرکت دو بعدی است، حرکت دو بعدی، مرکبی افقی، مرکبی عمودی. و حرکات دایروی شما یک دایره را فرض کرده نظر داشته باشید، یک متحرک فرض کنیم از نقطه اول میاد به نقطه دوم، به نقطه بی میاد، فاصله یک طی میکنه به این شکل، یکی فاصله را طی میکنه، این میشه که x بانیم و این فاصله هم به این شکل طی میشه، این میشه بانیم y. پس به اصال میشه مرکبی افقی و این مرکبی عمودی، این حرکات دو بعدی شد که انشاءالله ما بعدا در حرکات دو بعدی حرکت پرتاب مایل هم میخوانیم، حرکت افقی، حرکت افقی یا پرتاب افقی را میخوانیم، حرکات دایروی را مفصل در موردش بحث میداشته باشیم. این تقسیمات حرکات بود. بحث بعدی که اینجا میخوانیم وکتور موقعیت است. وکتور موقعیت، وکتور موقعیت، وکتوری است که موقعیت جسم را، وکتوری است که موقعیت جسم را، موقعیت جسم را در هر لحظه، در هر لحظه مشخص، در هر لحظه مشخص از زمان نشان می دهد، نشان می دهد. اینجا وکتور از دیگه، وکتور وقتی که ما کلمه وکتور را ذکر می کنیم واضح است که وکتور مبدأ داره، انجام داره، وکتور مبدأ و انجام داره. در وکتور موقعیت مبدأ وکتور شروع حرکت، شروع حرکت، و انجام وکتور که به شکل دست موقعیت جسم، موقعیت جسم میشه. میشه ایره در سیستم کمیات و ازیام نشان بتیم، فرض میگنیم این محور X باشه و محور Y باشه، شما دقت داشته باشه وکتور موقعیت ما رسم میکنیم، اینه شروع شکست، مبدی ازی شروع حرکت، شروع حرکت، انجام از این شما ببینیم موقعیت جسم، موقعیت جسم، جسم از شروع کرده، زمانش فرض که تی سفر بگیریم، اینجا بعد از تی مثلا بیره تی یک میگیریم، تی یکش مشخص است که از تی بزرگ است. اینی می وکتور به نام حرف آر نشان میدیم، این به نام وکتور موقعیت یاد میکنیم، وکتور موقعیت. در کنکور سوال میه، بله، میگه وکتوری که موقعیت جسم را در هر لحظه مشخص از زمان نشان میده، دقت داشته باشه اینمی جمله را کشونیدی به نام چی یاد میشه؟ شما در پاسخش میگه که وکتور موقعیت، وکتور موقعیت. بحث بعدی که اینجا داریم وکتور تغییر مکان، وکتور تغییر مکان، وکتور تغییر مکان. تغییر موقعیت جسم، تغییر موقعیت جسم، تغییر موقعیت جسم در بین زمانهای، زمانهای T1 و T2 عبارت از وکتوری است، عبارت از وکتوری است که مبدأ آن، مبدأ آن موقعیت اولی جسم، موقعیت اولی جسم و انجام آن موقعیت نهایی یا دومی جسم می باشد، موقعیت دومی جسم می باشد. این به نام وکتور تغییر مکان یاد میکنن. شما دقت داشته باشه، مثلا مگر رسم کنم به سیستم کمیات در نظر بگیرم، این محور X باشه، این هم محور Y باشه، شما دقت داشته باشه محور X محور Y. حالا فرض کنیم من یک وکتور موقعیت دارم، وکتور موقعیت دارم به شکل جسم، موقعیت اولیش نقطه S،
این زمانش هم میگم تی یک. حالا جسم موقعیتش از مبدأ کمیات ایجا رسید، در نقطه بی رفت، این هم میگم تی دو. این تو دو میشه. حالا خیلی شما دقت کنید، جسم در از تی یک به تی دو از نقطه به بی رفت، از نقطه ای به بی رفت، اینی میده دلتا آر میگن. دلتا آر عبارت از وکتور تغییر مکان، وکتور تغییر مکان تعریفش است، وکتور تغییر مکان. شاگرد عزیز، وقت تغییر موقع جسم در زمان های تی یک و تی دو عبارت از وکتوری است که مبدی آن موقعیت اولی، موقعیت اولی و انجام آن موقعیت دومی است، عبارت از دلتا آر میشه. پس میشه که دلتا آر هم پیدا کنه که آر دو منفی آر یک، یه اندازه تغییر مکان میشه، آر دو منفی آر یک. بایست مسئله بعدی که در موردش بحث میکنیم سرعت متوسط. سرعت متوسط، سرعت متوسط میباشه در موردی بحث میکنیم. سرعت متوسط چند تا فرمول پیشنهاد میکنیم. فرمول شماره اول، فرمول شماره اول، شما دقت کنیم جسم از اینجا حرکت شروع کرد به اینجا رسید، شروع حرکت است، نقطه A رسید به اینجا، نقطه B، فاصله که طی کرد x1، زمانی که در بر گرفت t1. حالا جسم از این نقطه A شروع کرده و رسیده به نقطه B، حالا رسیده به نقطه C، فاصله طی شده از نقطه B نه، از نقطه A x2، زمانم از B به C نه، از A به C، زمانم ای شکل بگیرم، زمان T2. در این صورت سرعت متوسط مساوی میشه x2 منفی x1 تقسیم T2 منفی T1، x2 منفی x1 دلتا x، T2 منفی T1 دلتا T، دلتا T، دلتا T. جسم از نقطه شروع برکت کرد و نقطه B رسید، فاصله تایی شده x1، زمان تایی شده T1. جسم از نقطه A به C رسید، زمان فاصله تایی شده x2، زمان تایشتم تی دو. یعنی ما در اینجا حرکت جسم فاصله تایشت از مبدا حرکت حساب میکنیم، از مبدا حرکت، از A تا C x2، از A تا B عبارت از x1 است، x2 بزرگ x2 منفی x1، و از A که به B رسید زمانش تی یک، از A که به C رفته زمانش تی دو، میشه تی دو منفی تی یک، خواهی x2 منفی x1 تقسیم تی دو منفی تی یک، دلتا x بر دلتا تی. شما شاگرد یاشار هستی که x2 اول آمده، x2 اول آمده، عدد اول از دوم بزرگ مقایسه شده، عدد اول از دوم بزرگ باشه چی میشه؟ کوچک باشه چی میشه؟ x2 بزرگ از x1 باشه، نتیجه v مثبت است، v بار مثبت است، سرعت متوسط مثبت است، x2 کوچک از x1 باشه، v بار منفی است، سرعت متوسط منفی است، و اگر x2 مساوی به x1 باشه وی بار صفر است، سرعت متوسط صفر است، در اینجا مثبت است، در اینجا منفی است، در اینجا صفر است. و یه اساس شما دقت داشته باشی، گپی که مهم است منفیش چی مانو؟ منفی مانو میده که سرعت کم میشه، منفی به این مانو که سرعت کم، منطقا سرعت منفی نمیشه، اما منفی شدنش به این مانو که سرعت کم میشه، مثبت شدنش که سرعت زیاد میشه. و دیگر وی که صفر شد، سرعت صفر شد، جسم حالت سکون داره، زمان استاپ نمیشه یا توقف نمیشه، اما فاصله میشه که جسم در موقعیت اولیش است، در موقعیت اولیش بانه سرعتش صفر است. بنان اگر x2 بیشتر از x1 بود سرعت متوسط زیاد میشه، اگر x2 کوچک از x1 بود سرعت متوسط کم میشه، اگر x2 بسای به x1 بود سرعت متوسط زیاد میشه. فرمول اول شد، فرمول اول. فرمول دوم پیشنهاد میکنیم به سرعت متوسط ببینیم چی میگه. جسم از نقطه شروع کرد، جسم از نقطه شروع به حرکت کرد به این شکل، رسید به نقطه B، به نقطه B رسید، فاصله که طی کرد x1، زمانی که طی کرد t1، زمانی که طی کرد t1 میشه. این حالا جسم از نقطه B، از نقطه B برسه به نقطه C، از B نقطه B برسه به نقطه C، فاصله را از A حساب نمیکنیم، از B حساب میکنیم، پس میشه x2. زمانم از A ساب تا C نمیکنیم، از B تا C ساب میکنیم T2. تفاوت چی است؟ مثلا شما از خانه حرکت میکنیم، میرسی فرض میکنیم در پارک، در پارک است، فاصله که تایی میکنی X1، زمانی که تایی میکنی T1. حالا از پارک شروع میکنیم، میرسی لیسه مریم،
زمانش تی دو فاصله تان x2، در این صورت سرعت متوسط مساوی می شود x1 جمع x2 تقسیم تی 1 جمع تی 2. این فرموله دوم شد. فرموله دوم برای سرعت متوسط که آنقدر مروج در کنکور نیست، اما بلد باشه خوب است، بلد باشه خوب است. فرمول سیم، فرمول سیم سرعت متوسط یک فرمولک داره وی بار مساوی میشه مجموع فواصل تایی شده x1 جمع x2 جمع x3 همونطور x الا xn تقسیم مجموع زمانهای تایی شده t1 جمع t2 جمع t3 الا tn. این شد فرمول شماره سیم برای سرعت متوسط وی بار. دیگه فرمول شماره چهارم برای سرعت متوسط مجموعه سرعتهای تایی شده v1 جمع v2 جمع v3 همون شکل ادامهش میتیم الا vn الا vn تقسیم تعداد، یعنی در نوشتن میکنیم مجموعه سرعت ها تقسیم تعداد سرعت ها، مجموعه سرعت ها تقسیم تعداد سرعت ها. این هم میشه که نوشتن کنیم سیگمای vi، آی از یک شروع میشه الا n میشه تقسیم n. این هم میتونیم به این شکل هم ارائه کنیم مجموعه سرعت ها تقسیم تعداد سرعت ها. فرض کنیم برای اینکه شما این مسئله رو بفهمی، احمد یک سفر داره از نقطه به نقطه B، یا نقطه نمیگیم، از شهر A به شهر B میره، به شهر B شما متوجه باشی، به شهر B میره، تا اینجا که میرسم سرعتش فرض کو 2 متر بر سکند، از بیر بارا سلو میره، از این نقطه که به اینجا میرسم فرض کو از این نقطه این نقطه اول باشه این نقطه دو باشه، مثلا سرعتش میشه 5 متر بر سکند، چون فرصت شد از نقطه دو به سه میره سرعتش میشه 8 متر بر سکند، از سه به چار بره سرعتش میشه فرض کو 10 متر بر سکند، و از چار به نقطه 5 میره سرعتش میشه فرض کو 15 متر بر سکند، فرصت شده میره، و از 5 به بی میرسه سرعتش میشه 20 متر بر سکند. حالا اگر ما از احمد پرسان کنم که زمانی که احمد از شهر به شهر بی رفته چقدر سرعت، با کدام سرعت رفته، در این صورت احمد نمیشه که قصه کنه برات به شکل که من در این نقطه یک تا نقطه یک دو متر بر سکند رفتم، با از یک به دو به پنج متر بر سکند رفتم، از دو به سه به هشت متر بر سکند رفتم، از سه به چهار به ده متر بر سکند رفتم، از چهار به پنج به پانزده متر بر سکند رفتم، از پنج به بی به بیست متر بر سکند رفتم. در اینجا احمد آدم مشاری است، میگه من کلش جمع میکنم، دوره جمع پنج میکنم، هفت هشت پانزده میشه بیست و پنج میشه، بیست و پنج پانزده هم سی میشه، سی و بیست هم میشه چل میشه، چل بیست شست میشه. خب این هم باز تکرار، بی دو پنج هفت هشت هفت پانزده، پانزده و ده بیست پنج، بیست پنج پانزده چل، چل بیست شست. این حالا دو تا چهار تا شش تا، شش تا رد داره تقسیم تعدادش میکنی. بنان احمد میگه که من از شهری به سر بی و طور اوسط با سرعت چند رفتیم؟ 10 متر بر سکند، که خیلی جالب است مفهوم سرعت متوسط شد. حالا جمع‌بندی کنیم با سرعت متوسط، سه یک فرمول اول شد، فرمول دوم شد، فرمول اول x2 منفی x1 بر t2 منفی t1 شد که بیشترین سوال از همین میاد. اینجا میشه دلتا x بر دلتا t به کنکور f شبه کلش. یادداشت کنکوری است خیلی مهم است، دست فرما میاد یادداشت کنکوری است شاگردان. اگر در کنکور میگه x2 بزرگ از x1 باشه شما میگید سرعت متوسط مثبت است، یعنی سرعت زیاد میشه، x2 کوچک از x1 باشه سرعت متوسط منفی، یعنی سرعت کم میشه، x2 مساوی با x1 باشه سرعت متوسط صفر است. فرمول دومش است، زمانی است که اگر از a به b برسیم فاصله x1 باشه زمان t1، از b به c بریم فاصله x2 باشه زمان t2، x1 جمع x2 بر t1 جمع t2. دیگر مجموع فواصل تقسیم شده تقسیم مجموع زمانهای تقسیم شده هم میتونه سرعت متوسط باشه. دیگر فرمول مجموع سرعت ها تقسیم تعدادشون میتونه سرعت متوسط باشه. برای اینکه شما این مسئله را بفهمیم، از نقطه A به B محمد توسط موتر خود رسید، کدام با کدام سرعت ها؟ با 2 متر بر سکند، با 5 متر بر سکند، با 8 متر بر سکند، با 10 متر بر سکند، با 15 متر بر سکند، با 20 متر بر سکند سرعت متوسط شد 10 متر بر سکند. این بود درس اول، یعنی ختم میکنیم درس اول تا اینجا، میرسیم در درس دوم بخیر. درس اول ما بود یعنی مکانیک عالی، درس اول، درس اول بود. حالا بخیر باز میرسیم در درس دوم، درس دوم بخیر باز مبحث سوالات است، سوالاتی که ما در قسمت کار میکنیم انشاءالله کار میشه. تشکر بازم مدرس تیچر دکتر سالم و درسی هم که ثبت شده در مرکز آموزشی دکتر عبدالسالم هاشمی، تشکر.